پول با از آن خود کردن توانایی خرید هر چیز، با از آن خود کردن توانایی تملک همه اشیا، این یا ابژه تملک آشکار و معلوم است. جهان شمولی آن همانا بیانگر قدر قدرتی آن است. پول چون قادری مطلق عمل می کند، پول دلال محبت میان نیاز آدمی و این یا ابژه میان زندگی او و ابزار حیات اوست. اما آنچه برای من میانجی زندگیم است، در مورد هستی اشخاص دیگر نیز حکم میانجی را برایم دارد. آری، پول برای من شخص دیگری است که در تملک دارم. کارل مارکس. طلا، طلای گرانبهای پرتلالو، نه ای خدایان، من مریدی بیکار نیستم. اندک مایه ای از این طلا سیاه را سپید می کند، زشت را زیبا، ناحق را حق می کند، فرومایه را شریف، سال خورده را نوجوان و بزدل را دلاور. شگفتا که این طلا خدمتگزاران و کاهنان شما را از کنارتان دور می کند و بالش دلاوران را از زیر سر ایشان به کناری می افکند. پرتلالو، این برده زرد دینها به هم میبافد و میشکافد، لعنت شدگان را آمرزش میبخشد، جزامیان کریه را به تخت پرستش و سرمایه برمی نشاند، دزدان را مورد اعتماد قرار میدهد و به سان برگزیدگان مسند نشین قرین حرمت و عنوان و تحسینشان می کند. این همان است، این همان است که بیوه زن فرتود را دیگر بار به خانه بخت می فرستد و زنی را که بستر بیماری و جراحات به چرک اندر نشستش تهوع انگیز است، همچون روزهای بهاری دلپذیر و خوشبو می کند. بیا بیا ای خاک لعنت زده، تو ای روسبی پست بشریت که در یک پارچگی ملت ها خلل می افکنی. و تو ای شاه کش شیرین، و تو ای پول، جدای افکنه دلبند میان فرزند و پدر، تو ای آلاینده سرخوش بستر پاک خدای زناشویی، تو ای خدای دلاور جنگ، تو ای دلداده جوان و شادا، محبوب و سرشار از لطافت جاودانه، که شرم و آزرم تو بر
ظرف تقدیس شده ی دامان الهه شکار را آب می کند. تو ای پروردگار پنهان که ناممکنها را با یکدیگر پیوند می دهی و برای برآورده کردن مقاصد خیش به هر زبانی سخن می گویی، ای که در هر دلی جای داری. به هوش باش که بردگانت سر به طغیان برمی دارند. با هنر خیش آنان را به جان هم انداز تا ددمنشان امپراتوری جهان را از آن خود کنند.